مواد اولیه عبارتند از سفیده تخم مرغ 90 گرم، گردو 100 گرم، کیک اسپنجی 100 گرم، پودر شکر 200 گرم، پودر کاکائو 1 قاشق مربخوری، پودر دارچین 1 قاشق چایخوری، وانیل 1 چهارم قاشق چایخوری، روغن مایع 2 قاشق سوپخوری و سرکه سفید 1 قاشق سوپخوری. ما میان همه موادمون رو به جز سرکه سفید و روغن مایمون رو همه رو داخل ظرف می‌ریزیم. گردو رو هم همین شکل درسته، فقط اندازه‌گیری ها دوستان سعی کنن که صحیح باشه. خورده های کیک اسفنجی داریم اینجا، این همه مواد رو با هم داخل ظرف می‌ریزیم. پودر شکر داریم اینجا، پودر کاکائو و دارچین. دوستان اگر نخوان میتونن دارچینشو نریزن، فقط اینجا از کاکائو و پودر دارچین فقط به منظور رنگ، کمک به رنگ این شیرینی استفاده میشه، ما به خاطر مزهش ازش استفاده ای نمی کنیم. و وانیل، وانیل هم بهش اضافه میکنیم. این مواد رو که همطور با قاشق همش میزنیم کاملا با هم دیگه مخلوط بشه. یه خمیر فوق‌العاده چسبناکی ایجاد میشه که من خمیر رو یه مقدار آماده شده چه رنگیه؟ بله، من توی این از البته چرخ میکنیم خواهیم شده، هر چقدر بیشتر چرخ میشه رنگش تیره تر میشه. این خمیری که من از چرخ گوشت 3 بار در آوردم کاملا چسبناک شده. و اینم بگم دوستان، اول از همه فرشون رو روشن بکنن، رو دمای 200 درجه سانتیگراد بذارن، کاملا فر باید داغ داغ باشه که بعد موقع پخت ما سینی فر، سینی که داخل فر میذاریم به 175 میرسونیم، میخوام کاملا فرمون داغ بشه. این مایه رو میریزم داخل قابلمه و روی حرارت اینو من، حرارتمون نسبتا متوسط باشه و مرتبا اینو، این خمیرمون رو ما به هم میزنیم روی حرارت، به طوری که احساس کنیم که این خمیر ما داره یک کمی خودش رو میگیره، یک کم بسته میشه، یه مقدار حالت سفتی پیدا میکنه. چقدر هم بزنید رو حرارت بمونه، وقتی که احساس کنیم کف ظرف ما یه لایه کریستالی ایجاد شده یا یه پوسته خیلی سفید رنگ، یه سفیدکای کف ظرف ما ببینین الان داره درست میشه. بعد از اینکه عمل داغ زدن تموم شد، حالا اینجا ما روغن مایش رو به اضافه سرکه سفید. این مایه ما الان کاملا داغه، روغن و سرکه رو اضافه کردم، ما ظرفش رو باید عوض بکنیم به خاطر اینکه قابلمه خیلی داغه، طول میکشه تا سرد بشه. خب من اینو میذارم کنار. من خمیر داغ زده شده آماده آوردم، داخل قیف ریختم بعد از سرد شدن. داخل یه سینی رو ما یه کاغذ روغنی، کفش رو چرک میکنیم، کاغذ روغنی میاندازیم، روی کاغذ روغنی رو هم کاملا چرک میکنیم. داخل ببینیم به همین صورت، حالا هر چقدر که فشار بدن این قطر دایرهشون بزرگتر میشه، به صورت عمود ماسوره رو میگیرن روی سینی چرک شده، ماسوره رو حرکت نمیدن، بالا نمیارن، به همین صورت نگه میداریم تا شیرینیامون با فاصله داخل سینی پخش بشه، 20 درجه سانتیگراد تنظیم بشه، داغ داغ بشه. موقعی که شیرینیامون رو خواستیم تو فر بذاریم حرارت رو به 175 درجه سانتیگراد میرسونیم طبقه وسط به مدت 10 تا 15 دقیقه. بعد اینم بگم که اگه دوست داشتن روی شیرینیاشون میتونن خلال بادوم هم قرار بدن.